بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسوة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. این بحثی که خدمت شما آماده کردم در رابطه با دلایل ما شیعیان هستش، در رابطه با امامت، خلافت بلافصل آقا امیر المؤمنین علیه السلام. البته دلایلی که ما بر امامت و خلافت آقا امیر المؤمنین علیه السلام داریم بسیار زیاد هستش. بعضی از علمای ما بالای 1000 دلیل بر امامت و خلافت آقا امیر المؤمنین علیه السلام از قرآن، از احادیث و دلایل عقل آوردن. اما در این بحث بنده میخوام اشارتاً و تیتبار 21 مورد از دلایلی که بر امامت و خلافت آقا امیر المؤمنین علیه السلام هست رو برای شما بیارم. از دلایل عقلی، البته گفتم تیتر مطلب رو میگیم و سند مطالب رو ذکر نمی کنیم، در مباحث دیگمون به طور تفصیلی هر کدوم از این مباحث رو مورد بررسی قرار میدیم. اما شیعه دلیلی که بر خلافت و امامت آقا امیر المؤمنین علیه السلام داره دلیل عقل، روایاتی که از اهل سنت وارد شده، روایاتی که در ذیل آیات قرآنی از اهل سنت وارد شده و مطالبی که در کتاب‌های اهل سنت هست، که این مطالب به نوعی هست که به ما میفهمونه کسی که این رفتار، کسی که این سخن رو داشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. و اینجا سوال میکنیم آیا واقعاً کسانی که نپذیرفتن تفکر شیعه را میتونن همچین استدلال هایی داشته باشن؟ آیا دلیل عقلی بر راه و روش و منش خودشون میتونن داشته باشن؟ آیا از کتب اهل سنت، آیا از کتب شیعیان میتونن دلایلی رو برای اثبات خلافت خلفا بیارن؟ آیا از روایات شیعه در ذیل آیات قرآن بر خلافت خلیفه اول و دوم و سوم و پنجم میتونن بیارن؟ آیا میتونن مطالبی رو از کتب شیعیان دلالت بکنه بر نقص و تنقیص اهل بیت عصمت و طهارت، که انسان با فهم، انسان با شعور زمانی که این مطلب رو میخونه بگه نه این آدم نمیتونه خلیفه رسول الله باشه، این کار رو میتونن بکنن؟ خب ما تمام اینها رو داریم، یعنی دلیل عقلی داریم بر خلافت اهل بیت عصمت و طهارت، روایات اهل سنت داریم مبنی بر این که این آقا امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه هستش، روایاتی هست در کتب اهل سنت در ذیل آیات قرآن که این روایات شهادت میده بر این که اهل بیت عصمت و طهارت و امیر المؤمنین خلیفه هستش. در کتب اهل سنت مطالبی وارد شده که این مطلب رو انسان با فهم وقتی که میخونه شهادت میده این که این جریان حاکی است از این که این شخص نمیتونه خلیفه رسول الله بشه. مثل چی؟ برای اینکه باز بشه، مثل ماجرای پیغمبر در آخرین لحظات عمر شریفشون که فرمودن قلم و دوات بیارید بنویسن برای شما چیزی که منحرف نشی. خلیفه دوم چی گفت؟ خلیفه دوم گفت ولش کنید، این مرد رزیون میگه. پیغمبر نیومد خلیفه اول، دوم، سوم و افراد دیگه ای رو جا بده در سپاه اسامه، رهبر اونها رو یه جوان 18 ساله قرار داد، بعد فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. انقدر مطالب دقیق هستش و برداشت های متفاوتی میشه داشت که بنده بخوام وارد بشم اصل قضیه وا میمونیم. اما پیامبر لعن کرده، آیا تخلف صورت گرفت از جیش اسامه یا نه؟ یک. آیا پیغمبر فکر بعد خودش بود یا نه؟ پیغمبری که این همه دلسوز هستش نسبت به امت، نسبت به طریقه ای که اومده بنیان گذاشته،
آیا این پیغمبر نمیاد برای بعد خودش خلیفه این تعیین کنه؟ آیا کسی نبود از پیغمبر بپرسه بابا خلیفه بعد شما چه کسی هستش؟ نبود؟ آیا پیامبر نیومد اسامه 18 ساله رو امیر بکنه بر بزرگان صحابه؟ این کار انجام داد یا نداد؟ مطلب دیگه، توهین ها و جساراتی که نسبت به حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها در کتب اهل سنت وارد شده، آیا از کسی هست قبول کنه یه نفر به دختر پیغمبر بی احترامی و جسارت بکنه و اسم او رو خلیفه رسول الله بزنش؟ آیا کسی قبول میکنه کسی با خلیفه رسول الله جنگ بکنه، پایه لعنه بر خلیفه رسول الله رو بذاره، سبب کشته شدن هزاران هزار صحابه نازنین پیغمبر بشه، بعد این شخص بشه خلیفه رسول الله؟ میشه؟ معاویه این کارو کرد دیگه. میگه معاویه لعنه جنگ بر علیه خلیفه رسول الله رو انداخت، بر علیه علی ابن ابی طالب که خلیفه رسمیه رسول الله بود، که هم شیعه میگه هم اهل سنت میگن در این زمان، مگه نیومد جنگ رو انداخت؟ مگه پایه لعن بر امیرالمومنین رو نذاشت؟ مگه سبب کشته شدن این همه انسان نشد؟ مگه سبب کشته شدن عمار نشد؟ خب این شخص میتونه خلیفه رسول الله باشه؟ نمیخوام حالا وارد مباحث دیگه ای که اینجا هست بشم. دلایل ما دلایل زیادی هست. یکی از این دلایل این استش که آقا سنت پیغمبر در تعیین خلیفه چی بود؟ سنت بود تعیین بکنه یا تعیین نکنه؟ خب اهل سنت میگن تعیین نکرد دیگه، کار رو به شورا گذاشت. درسته. سنت پیغمبر مگه این نبود که خلیفه تعیین نکنه؟ چرا خلیفه اول به سنت پیغمبر عمل نکرد؟ چرا او تعیین کرد؟ چرا پیغمبر تعیین نکرد؟ سنت پیغمبر این بود که خلیفه تعیین نکنه. خلیفه اول سنت رو عمل کرد یا نکرد؟ خلیفه اول خلاف سنت رسول الله عمل کرد. خلیفه دوم خلاف سنت رسول الله و ابوبکر عمل کرد. خب کدومشون حقه؟ کدومشون سنته؟ کدومشون بدعته؟ چطور میشه ما پیغمبر رو بالاترین و عاقل‌ترین موجود عالم بدونیم در حالی که این کار عقلانی رو انجام نداده؟ شما کجا رو میبینید که برای فکر بعد خودشون نباشن، برای بعد خودشون جانشین تعیین نکرده باشن؟ اهل سنت میگن پیغمبر دنیا رو و خلیفه ای تعیین نکرد. چطور فکر پیغمبر گرامی اسلام فکر این بوده که روم و از طرف روم میخوان حمله بکنن به ایران، لشکر تدارک دید، امیر تعیین کرد، اما فکر کار اصلی اسلام نبوده؟ ببخشید، برای دستشویی رفتن 17 تا حکم وارد شده، حکم به این کوچیکی، کار به این کوچیکی 17 تا حکم داره. با پای مثلا چپتون وارد شید، با پای راستتون خارج بشید، سرتون پوشیده باشه، تکیه بر پای راست باشه، اما برای امر به این عظیمی که اگر نخواد این امر رو تعیین بکنه سبب اختلاف عظیم میشه، پیغمبر هیچ کاری نکردن، فکر نبودن. اما دلایلی که ما بخوایم اجمالا برای شما عرض بکنیم این هستش که یک، من فقط میخوام چیز رو مطالب بگم در کتاب اهل سنت که ما بعداً دونه دونه این مطالب رو با آدرس خدمتتون ته بحثی هست تحت عنوانی که پیامبر فرمود این دین زائل شدنی نیست، 12 خلیفه که این 12 خلیفه همشون از قریش هستند، برای شما حکم فرما هستند، خلیفه هستند. اما این 12 تا کی هستند؟ 12 تا رو بهتون نام بدید. فقط تنها گروهی که میتونه به این سوال جواب بده شیعه 12 امامی هستش. آقا امیرالمومنین علیه السلام و تا امروز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. دوم، حدیث ثقلین که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، به درستی که من بین شما دو گوهر گرانبها را باقی گذاشتم
کتاب خدا و اهل بیت خودم رو و عصرت خودم رو. ما امتمسکتم به ما لن تزلو ابدا، اگر شما چنگ بزنید به این دو هیچگاه گمراه نمیشید. و انهما به درستی که اینها لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، جدا نمیشن از هم. اگه قرآن داریم از اهل بیت جدا هستیم، قرآن هم دست ما نیست. فنظرو کیفه تخلفونی فیه ما، پیغمبر این حدیث رو فرمودن. خب بعد از پیغمبر سوال ما اینه، این عصرت کدوم عصرته؟ کدوم یکی از عصرت منظور بوده؟ بعد نام ببریم دیگه یا نه؟ الان پیغمبر بین ما دو گوهر گرانبها باقی گذاشته. این دو گوهر چیه؟ اهل بیت و کتاب خدا. تنها تفکری که میتونه جواب بده به این سوال که کو اهل بیت و کتاب خدا میتونه جواب بده، قرآن و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. کدوم تفکر مخالف شیعه هستش به این سوال بتونه جواب بده که کو این عصرت، کو این قرآن؟ فقط شیعه هست میتونه بگه حضرت مهدی و کتاب الله. و کسی که نتونه این مسئله رو حل کنه در زمان ما، عصرت، عصرت کدوم عصرت منظوره؟ در بعد از پیغمبر کدوم عصرت منظور هستش؟ یسی بغیر از شیعه نمیتونه این جواب رو بده. شیعه هست که میگه پیغمبر دنیا را عصرت و قرآن باقی بود، علی ابن ابی طالب و قرآن، بعد او امام حسن و قرآن، و در زمان ما حضرت مهدی و قرآن. و یک وقت هم یک معجزه‌ای بزرگ نمایان شد، سر مبارکه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالای نیزه قرآن خوند. شاید تجلی حدیث ثقلین هستش. اون حدیث پیغمبر که میگه عصرت و قرآن از هم جدا نمیشن، اینهاش. حسین ابن علی که داره روی نیزه قرآن میخونه. مطلب بعد، این روایت مهمی که هم شیعه هم اهل سنت نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. امام زمان من الان کیه؟ این جواب، این جواب رو ما میخوایم. امام زمان من کیه الان؟ آیا صدام حسینه؟ آیا حسنی مبارکه؟ آیا حکام آل سعود هستن که جام شرابشون رو میرن با دشمنان اسلامی که دارن تکه تکه و قتل عام میکنن مسلمونها رو، جام شرابشون رو هم میزنن؟ آیا اینها هستن امام زمان ما؟ پیغمبر افرادی رو که بهره ای از دین ندارن بر ما حاکم کردن، اینا چی هستن؟ امام زمان فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها چه کسی بود؟ حدیث بعد، پیامبر فرمود به امیر المؤمنین انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی جان تو میشنوی اون چیزی که من میشنوم و میبینی اون چیزی که من میبینم، الا انک لست بنبی لکنک لوزیر، اون چیزی که من میبینم تو میبینی، اون چیزی که من میشنوم تو میشنوی، مگر اینکه تو نبی نیستی، تو وزیر هستی. در ماجرای حدیث انذار، زمانی که آیه قرآن نازل شد، انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکانت رو به ترسون پیغمبر و بین به جوت رو قبول بکنن به سمت اسلام بیان، در اون ماجرا جمع کرد، پیغمبر اسلام رو عرضه داشت و سوال کرد فایکم یوازرونی علی هذا الامر، چه کسی از شما هستش که وزیر من باشه و من رو قبول بکنه تا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی و فیکم، برادر من باشه، وصی من باشه و خلیفه من باشه؟ امیرالمؤمنین جواب داد و پیامبر فرمود هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. خوب دقت کنید، تمام این مطالب از کتب اهل سنت هستن. بنده الان از قصد آدرس نمیگم، اما فایده ای دیگه همون نیمه دونه دونه اینا رو داریم آدرس چون دید.
وقتی که پیغمبر سران و بزرگان قبایل رو دعوت کرد، اومدن برای پیغمبر شرط و شروط گذاشتن، ما پیغمبری تو رو به شرطی قبول میکنیم که ما هم سهمی داشته باشیم در خلافت بعد از تو، پیغمبر فرمودن که الامر الالله یزعه عیسو یشا، امر دست خداست، هر جا خدا بخواد قرار میده، الله علم و حیثیت علا رسالته، خدا میدونه چه کسی لایق رسالتش هست، خدا میدونه این امر رو باید کجا قرار بده. موسی دعا کرد خدا یا وزیری برای من قرار بده، خدا قرار داد وزیری، خدا به حضرت خدا به ملائکه فرمود که من میخوام خلیفه قرار بدم، خدا داوود رو خلیفه قرار داد، خدا ابراهیم رو امام قرار داد، امامت، خلافت، جانشینی، رسالت از طرف خداست، چون خدا میدونه چه کسی چه قابلیتی داره و از پنهان و مافز ضمیر افراد خداست که با خبره. در ماجرای حدیث منزلت پیامبر گرامی اسلام فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، علی جان تو برای من مثل هارون هستی برای موسی. هارون و موسی چه رابطه‌ای داشتن؟ هارون برادر موسی بوده، هارون و هارون وصی موسی بوده، جانشین موسی بوده، هارون کسی بودش که زمانی که حضرت موسی رفت به کوه اومدن او رو میخواستن بکشن، از اطاعت او سر باز زدن، تورات زمین خورد، مردم گوساله پرست شدن، خدا رو کنار گذاشتن، حرف موسی رو کنار گذاشتن. در ماجرای جنگ احزاب زمانی که تمام گروه ها جمع شده بودن بیان اسلام رو از بین ببرن، وقتی که عمرو بن عبدالود تونست رد بشه از خندق، وقتی که امیرالمؤمنین رفتن به رویارویی با عمرو بن عبدالود، پیامبر فرمود برز الایمان کله مع الکفر، کله تمام ایمان با تمام کفر روبرو شده. و این حدیث فرمودن مبارزه تا علی یوم الخندق، مبارزه و جنگ امیرالمؤمنین در روز خندق افضل من عبادت امتی الی یوم القیامه، بالاتر است از عبادت امت من تا روز قیامت. بله، شمشیر امیرالمؤمنین جلو برد اسلام رو، اما کینه هایی را هم تو دل کاشت، اون کینه ها که خدا و صراط مستقیم رو درک نکرده بودن اومدند بعد از پیغمبر این کینه ها رو در جنگ هایی که بر علیه امیرالمؤمنین بود و در مصیبات بعد پیغمبر نسبت به علی بن ابی طالب وارد کردن. علی که هارون هست، وقتی که موسی و هارون جدا شدن، موسی رفت به کوه، چه مصیباتی برای هارون به بار اومد، به وقوع پیوست، واقعا باید اینجا برای هارون گریه کرد، چه مصیبت هایی رو هارون دید. در ماجرای بستن تمام درب ها به مسجد النبی، خب اومده بودن مدینه، خونه ای نداشتن، کنار مسجد بودن، دستور اومد پیغمبر ببند تمام درها رو، تمام درها بسته شد مگر در به خانه آقا امیرالمؤمنین. حتی پیغمبر اجازه نداد به اندازه نگاه کردن چشمی در به خانه ای از خانه ای سوراخی باز بشه به مسجد النبی، حتی این هم اجازه نداد. چرا اجازه نداد؟ چون دستور خداست. اما در خونه امیرالمؤمنین اصلا به مسجد باز بشه، چی دلالت داره؟ به دین دلالت داره. امیرالمؤمنین علیه السلام اونها پاک هستن، تکوینه هستن، اینها پاک هستن، آیه تطهیر در شأن اینها، رجز و پلیدی از اینها دور شده و تمام پاکی ها در ظرف وجودی اینها آمده و نشسته، دورن از هر جهلی و هیچ شیطانی نمیتونه به اینها نزدیک بشه. در ماجرای خیبر زمانی که خلیفه اول و دوم ناکام برگشتن، پیامبر فرمودن لعوتین رایت قدن رجلن، و فردا این پرچم رو به دست مردی میدم که یحبه الله و رسوله، خدا رو دوست داره، رسول خدا رو دوست داره، و یحب الله و رسوله، خدا و رسول هم
دوستش دارن، خدا و رسول هم او رو دوست دارن. لعاتیان من رایت قدم، چقدر این فضیلت عجیبه. به بعد شب تا صبح این صحابه نخوابیدن، منتظر بودن پیغمبر فقط فردا این پرچم رو دست او بده، دست یکی از این صحابه ده. لعاتیان من رایت قدم، به درستی که من فردا پرچم رو میدم در دست کسی که یحبه الله و رسوله، خدا و رسول او رو دوست دارن و او هم خدا و رسول رو دوست داره. صفتش اینه، کرارن غیر فرار، حمله میکنه به کرات و پشت سر هم فرار هم نمیکنه. البته اون کسی که بازوی حیدری و بازوی خیبر کند داره، صبر و عقلانیتی هم داره، چون خداوند متعال اگه یکی از اسمهاش حکیم هست و صبر میکنه در برابر دشمنان، و خداوند متعال به ابلیس مهلت داد. من نمیتونست ابلیس رو از بین ببره؟ بله میتونست، ولی خدا حکمت هم داره. این حکمت، این قدرت در علی ابن ابی طالب هست. یه وقت علی ابن ابی طالب میفته رو این ریل که قدرتش نمایان بشه، با یه ضربه عبد ابن عبدالبر رو دونست میکنه، درب خیبر رو میکنه. تا اصطلاحی دارم میگم عبد ابن عبدالبر دونست میکنه، در خاک سرش که خیبر رو میکنه. اما یه وقت هم میفته روی این ری که حالا باید مثل خدایی که صبر کرد با ابلیس صبر بکنه، حکمت داره. در ماجرای تبوک که پیامبر من در این موقعیت اساس قرار گرفته بود که باید میفتا سرحدات شام، دشمنان هم باید میخواستن میان اسلام رو از میدن. اگر نمیرفت دشمن حمله میکرد به مدینه، اگر میرفت منافقینی که در مدینه بودن کار اسلام رو تمام کرده بودن. چیکار باید میکرد؟ هم باید تو مدینه بود، هم باید بیرون میام. همین کارم کرد، هم در پیغمبر در مدینه مون، هم رفت. چیکار کرد؟ نفس خودش رو در مدینه گذاشت و خودش حرکت کرد سمت سرحدات شام. امیرالمومنین رو در مدینه گذاشت، خودش حرکت کرد. منافقین اومدن اینجا یه کاری کنن، علی ابن ابی طالب بره بیرون. پیغمبر فرمودن که ان المدینه، به درستی که مدینه اصلاح نمیشه، درست نمیشه، الا فی اوبک، مگر یا وسلم یا وسلم تو اینجا بمون، منافقین اینجا هستن، من هم میام به تعددشان. در ماجرای نزول سوره توبه، پیغمبر گرامی اسلام سوره توبه رو داد به اوبک. اول برو اینو واسه مشرکین بخون، بعد جبرئیل نازل شد، پیغمبر این سوره رو نباید بخونه بر مشرکین مگر خودت یا کسی که از تو باشه. فرمود علی جان برو سوره رو از ابوبکر بگیر، بهش بگو برگرده، خودت برو سوره رو بخون. حالا برید، من اینجا تأکید میکنم، برید ببینید سوره توبه داخل محتواش چه محتوایی داره، یه بحث مهمی داره. لا ينبغي لأحد ان يبلغ هذا الامر، برای کسی جایز شایسته نیست که این امر رو برسونه، الا رجلا من اهلی، مگر کسی که از اهل من باشه. پیغمبر به علی فرمود برو بگیر این سوره رو. یعنی چی؟ یعنی علی اهل پیغمبر بود، اون طرف چه چی؟ یعنی جناب ابوبکر اهل پیغمبر نبود. سوال، اما چرا ابوبکر که دخترش به همسری پیغمبر هستش اهل پیغمبر حساب نمیشه، اما علی اهل پیغمبر حساب میشه؟ بحث حسبی و نسبی نیست، بحث بر سر اینه که قرآن ملاک میده اگر کسی اهل کسی میخواد بشه باید تبعیت داشته باشه، و اگر کسی تبعیت نداشته باشه اهل حساب نمیشه، حتی اگر از نظر حسبی و نسبی نزدیک باشه، مثل پسر از نوح که اهل نوح نبود، اما از سلمان جز اهل البیت شد. چرا؟ چون تبعیت باشه. بحث سوره آل عمران آیه 61 که یک فضیلت بسیار مهم هست در رابطه با اهل بیت، که اینجا دلالت بر مطالب بسیار بالایی داره. بنده به شما فقط این رو بگم، کسی که این بررسی کنه این آیه رو به این نتیجه میرسه که اگر بعد پیغمبر از این پنج نفر فقط حسین ابن علی خلافت برای که برای حسینه،
حسینی که 3-4 سال 5 سالشه، بله، اولا فضیلت به بلند بودن ریش و بزرگ بودن عمامه و سن و سال نیست، فضیلت به اینا نیست. حضرت عیسی تا به دنیا آمد اعلام کرد من نبی هستم، من پیغمبر هستم، من عبادت میکنم خدا را، من امر میکنم به معروف و نهی از منکر میکنم. فضیلت سن و سال شناس نیستش، فضیلتی بسیار بزرگ که این فضیلت دلالت داره پیغمبر، پیغمبر گرامی اسلام نفسی داره که اون نفس پیغمبر علی ابن ابی طالبه، دلالت داره بر اینکه حسنین ابناء رسول الله هستن، دلالت داره بر اینکه فضیلت دارن اینها نسبت به همه کسانی که در اون زمان بودن، دعای اینها مستجاب هستش، نفرین اینها مستجاب هستش. آیه 33 سوره احزاب، آیه 3، دلالت داره بر طهارت، دلالت داره بر عصمت، دلالت داره بر مخلص بودن، دلالت داره بر اینکه شیاطین از اینها دور هستن و ریشه بسیاری از مسائل برمیگرده به آیه تطهیر. چرا پیغمبر در به همه خونه ها رو بست به مسجد النبی مگر در به خانه علی ابن ابی طالب؟ اونا پاکن، اونا طاهر هستن در تمام ابعاد وجودی، در بعد ملکوتشون، در بعد علمشون، در بعد قدرتشون، در بعد حکمتشون. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. من سوال میکنم واقعا، ما پیرو اهل بیت باشیم؟ یک سواله، من دوست دارم جوابشم بشنم، چون بحث اعتقاداته، بحث جهنم و بهشته، لبه پرتگاه هستیم. ما از کی تبعیت کنیم؟ از کسانی که اهل بیت هستن؟ از ابو حنیفه؟ از مالک ابن انس؟ از محمد ابن عزیز شافعی؟ از احمد ابن حنبل؟ از چه کسی ما بیاییم و تبعیت داشته باشیم؟ از کسانی که زمان پیغمبر بودند، پیغمبر رو دیدن، جزء نزدیکان پیغمبر بودن، یا کسانی که تاریخ تولدشون حداقل نزدیکترینشون به پیغمبر تاریخ تولدشون 70 سال بعد از شهادت پیغمبر هستش اقل مطلب، حالا دقیقا من نگفتم. و چه کسی دقیقیت کنیم حرف پیغمبر از کی بشنویم؟ حرف پیغمبرمون رو، اعتقاد پیغمبرمون رو از کی بشنویم؟ پنج تا فرقه هستش دیگه تو اسلام، یا حنفی هستن، یا شافعی هستن، یا مالکی هستن، یا حنبلی هستن، یا شیعه هستن. از چه کسی تبعیت داشته باشیم؟ کسانی که حالا ساده شو بخوایم بگیم، کسانی که پیغمبر رو دیدن و درک کردن، یا کسانی که اصلا پیغمبر رو ندیدن، 70 سال پیغمبر از دنیا رفته تازه به دنیا آمده شد. آیه ولایت سوره مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. ولی و سرپرست شما فقط این ستا هستن. آقا ولی شما این ستا هستن. ولی یعنی چی؟ یعنی دوست. آقا دوست من فقط خدا و رسول و اون کسانی هستش که نماز میخونن، زکات میدن در حالی که راکع هستن. به معنای دوست، به معنای سرپرست، به معنای صاحب منصب، به معنای کسانی که امور رو بر عهده دارن. بله، فقط کسانی که امور ما رو بر عهده دارن و تمام جریان فکری و عملی اون رو بعد از اونها بگیریم، خدا، رسول خدا و کسی که این صفت رو داشته. چه کسی؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب چه کسی بوده این شخص در زمان معاویه و امیرالمؤمنین که جنگ شده بود؟ چه کسی بود کسی که این صفت رو داشت؟ سوره مائده آیه 67، بحث قدیر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. دیگه اصلا بحث قدیر که دیگه جایی داره وسیع برای خودش. ما گفتیم در مباحث بعد روایتی که از اهل سنت هم وارد شده خدمت شما میگیم، حدیث سفینه که پیامبر فرمود الا ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من و اومدن در پناه اهل بیت من مثل کشتی نوحه. کسانی که
داخل اون کشتی شدن نجات پیدا کردن، کسایی هم که وارد شدن نجات پیدا نکردن. البته چند نفر وارد شدن؟ تعداد کمی وارد شدن داخل کشتی نوح. چرا بمانند؟ شاید اشاره باشه داخل این سفینه هم تعداد کمی وارد میشن. حدیث سقلنگ که خدمت شما بحثش رو عرض کردیم، بحث دوات به قلم که این نمونه از جز اون نمونه هایی هستش که گفتیم دو از کتاب های اهل سنت ما مطالبی داریم که با بررسی این مطالب این مطلب به ما فهمیده میشه که بابا این شخصی که این صفت رو داشته هیچگاه نمیتونه خلیفه رسول الله باشه. به پیغمبر بگه این مرده داره از یون میگه ولش کنید، سختی مریضیه، حرفش درست نیست، یا ماجرای جیش اسامه. پس اینجا به این نتیجه رسیدیم که چند مورد از مواردی که شیعه استدلال میکنه بر امامت، خلافت، ولایت علی ابن ابی طالب و گاهن بر بقیه اهل بیت، مثل بحث من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، را خدمت شما گفتیم دلایل عقلی داره شیعه. روایاتی که از کتب اهل سنت داره، روایاتی که از کتب اهل سنت در ذیل آیات قرآن وارد شده و مطالبی که مثل ماجرای توهین بردار زهرا، مثل ماجرای دوات و قلم، مثل ماجرای جیش اسامه، مثل ماجرای جنگ صفین، مثل ماجرای این که اومد خلیفه رسول الله رو لعن کرد، این آدم میتونه خلیفه باشه؟ نه، معاویه این کارو کرد. کسی که صحابه کشته شدن صحابه این نازنین پیغمبر باشه میتونه خلیفه رسول الله باشه؟ معاویه این کارو کرد. کسی که خروج بکنه برای خلیفه رسول الله میتونه خلیفه رسول الله باشه؟ معاویه این کارو کرد. آیا اگر از نظر اعتقادی به غیر مسلک و طریق اهل بیت عصمت و طهارت ما چنگ زدیم، آیا میتونن دلیل عقلی بیارن بر خلافت غیر امین مونی؟ آیا از کتب مخالف خودشون که شیعه هستش میتونن دلیل بیارن بر خلافت اولی و دومی و سومی و معاویه؟ آیا از کتب شیعه میتونن در ذیل آیات قرآن دلیل بیارن بر خلافت خلیفه اول، دوم، سوم، معاویه؟ آیا میتونن جواب اون مباحثی که تنقیض هست بر خلفا از کتب خودشون دلیل جواب بدن؟ آیا میتونن از کتب شیعیان دلیل بیارن بر این مطلب که اهل بیت عصمت و طهارت مثلا حسین ابن علی این نقص رو داشته، امام حسن این نقص رو داشته که نعوذ بالله نعوذ بالله لیاقت خلافت رو نداشته؟ میتونن دلیل بیارن؟ ما تو مباحث، چون این مسئله، این بحثی که گفتیم تماما از من و به اهل سنت است، در بقیه مباحثمون ما آدرس این مباحث رو خدمت شما عرض میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.